این بسته های سنگدونه، بسته هاش وزنشون 450 گرمیه. موقع خرید حتما به تاریخ روی بسته دقت کنید که مال همون روز باشه و مونده نباشه. سلام خدمت بینندگان عزیز. هدف من از آموزش غذاهای سنتی ایران این بوده تا فرهنگ اصیل غذاهای ایرانی به فراموشی سپرده نشه. همونطور که میدونید غذاهای ایرانی توی دنیا بی نظیرن. هم از لحاظ طعم، هم از لحاظ تنوع و هم از لحاظ مقوی بودن. خیلی تلاش میکنم تا بتونم غذاها رو به سبک سنتی بهتون آموزش بدم. خیلی تحقیق میکنم، از کسایی که تو این کار سررشته دارن خیلی سوال میکنم تا بتونم اون غذایی که واقعا اصالت داره بهتون آموزش بدم. متاسفانه وضع اقتصادی کشور ما زیاد خوب نیست و همونطور که میدونید مردم توان خرید مواد اولیه برای درست کردن غذا رو ندارن. خیلی به من پیام میدن خانم جوادی سعی کنید غذاهایی درست کنید که داخلش از گوشت استفاده نشه. من خیلی غذاهای گیاهی آموزش دادم ولی متاسفانه بعضی غذاها هستش که باید حتما داخلش از گوشت استفاده بشه. پیام های زیادی به من داده شده که من چند توشو دلم میخواد برای شما عزیزان بخونم. خانم جوادی صدات از جایی گرم در میاد، ما یه سال رنگ گوشت رو ندیدیم. سلام خانم جوادی، گوشت خیلی گرونه و ما نمیتونیم بخریم، میشه غذاهای گیاهی آموزش بدید؟ خانم جوادی پسر من عاشق گوشته و من توان خریدن گوشت رو ندارم، میشه یه چیزی یاد بدید که من گولش بزنم و بگم این گوشته؟ خانم جوادی ما یه خانواده 4 نفری هستیم و توان خرید گوشت رو نداریم و الان 1 سالی میشه فقط با سنگدان مرغ داریم غذا درست میکنیم. من حتی سنگدان رو داخل انواع خورشتا میریزم. میشه ازتون خواهش کنم با سنگدون مرغ چند نوع غذا آموزش بدید؟ خانم جوادی بچه هم عاشق کوفته هستن، میشه یه کوفته آموزش بدید که توش از گوشت استفاده نشه؟ به خدا دیگه از بچه هم خجالت میکشم. آخری هم که نوشته شما این همه پول از کجا میارید که همش غذاهای گوشتی آموزش میدید؟ وقتی این پیام ها رو میخونم خدا شاهده خیلی ناراحت میشم. منم ایرانی هستم، منم تو این کشور زندگی میکنم و وضع اقتصادی منم تقریبا مثل شماست. خانمی که پیام داده بود من داخل اکثر غذاهام از سنگدون استفاده میکنم منو به فکر انداخت و با سنگدان مرغ چند مدل غذا درست کردم و کیفیت همشونم عالی شد. میتونم بگم حتی خوشمزه تر از گوشت قرمز بود. سنگدان هم میتونید از سنگدان مرغ استفاده کنید، بوقلمون و شترمرغ. شترمرغ یک مقدار گرونتره. من با سنگدون کوفته درست کردم. هیچ فرقی نداره درست کردن کوفته با سنگدون، کیفیتش میشه مثل همون کوفتهی که با گوشت قرمز درست میکنیم و میتونم بهتون قول بدم حتی خوشمزه تر. من راجع به سنگدون تحقیق کردم، سنگدون هیچ ضرری نداره، ضررش از گوشت قرمز خیلی کمتره و خواص خیلی زیادی هم داره. میتونید شما هم توی گوگل سرچ کنید. و جالب اینه که بافت سنگدون شباهت زیادی به گوشت قرمز داره. با سنگدون کباب ماهیتابه‌ای میتونید درست کنید، ماکارانی میتونید درست کنید، حتی کوبیده هم با سنگدون مرغ میتونید درست کنید. سنگدون مرغ نسبت به سنگدون بوقلمون و شترمرغ خیلی ارزون تره. تقریبا هر بسته 450 گرمیش 14,000 تومنه.
با دو تا بسته میتونید حدود 6-7 تا کوفته درست کنید. طریقه درست کردنش هم درست مثل کوفته های دیگه است. من فیلم گرفته بودم درست کردم ولی متاسفانه نمیدونم چرا ضبط نشده بود. حالا من کوفته هایی رو که قبلا آموزش دادم همونا رو دوباره توی این فیلم هم براتون میذارم. طریقه درست کردنش درست مثل کوفته های دیگه است. امیدوارم بتونم یه کمکی به عزیزان بکنم و با این روش دوستان میتونن انواع و اقسام غذاهای گوشتی رو درست کنن. بهتون قول میدم که خیلی هم خوشتون بیاد. امیدوارم روزی برسه که در کشور ما هیچ نیازمندی وجود نداشته باشه. خیلی دوستتون دارم. این با همدیگه طریقه درست کردن کوفته رو با سنگدون بهتون آموزش بدم. خود این سنگدون مثلا پاک شده است، ولی اگر دقت کنید هنوز نیاز به پاک شدن داره. روی داخل سنگدون یه پوستای نازک به این شکله که حتما اون باید جدا بشه. ببینید باید کاملا به این شکل تمیز باشه. برمیگردونیم به پشتش، اگر چربی چیزی داشت از روش برمیداریم، ولی این کاملا تمیزه و چربی نداره. بذارید ببینم میتونم یه دونه پیدا کنم که چربی دار باشه. بله این چربی داره. ببینید سعی کنید تمام این چربی ها رو با چاقو بگیرید، به راحتی جدا میشه. ببینید داخلش رو نگاه کنید، اگر از اون پوستای زرد داشت حتما با نوک چاقو اونم جدا کنید. تمام سنگدونا رو به این شکل پاک کنید. ببینید بیشترشون پاک شده است و نیازی به پاک شدن نداره، ولی بازم دقت کنید. ببینید الان این روش از اون چربیا داره، همه رو با نوک چاقو بگیرید. ببینید حتما داخلش هم نگاه کنید که پوستی چیزی نداشته باشه. تمام سنگدونا رو به این شکل پاک کنید و شستشوش هم بهتون نشون میدم. ابتدا سنگدونا رو داخل یه ظرف می‌ریزیم، مقداری آب روش باز می‌کنیم، با دستمون به این شکل چنگ می‌زنیم. حالا دونه دونه نگاه می‌کنیم ببینیم اگه چربی چیزی داره از روش میگیریم و داخل یه ظرف دیگه میندازیم. حالا داخل آبکش میریزم تا کاملا آب اضافی سنگدونا بره. سنگدونا باید کاملا خشک باشه. ببینید آبش هم رفته. حالا سنگدونا رو چرخ میکنیم. برای اینکه کیفیت سنگدون خیلی بهتر بشه، من به دو تا بسته 1/4 روم سینه مرغم میزنم. کیفیتشو عالی عالی میکنه. اگر نداشتید یا در توانتون نبود میتونید سینه مرغم حذف کنید، یعنی بدون سینه مرغم میتونیم کوفته درست کنیم، ولی اگر 1/4 روم سینه مرغم اضافه کنید کیفیت کوفتتون بی نظیر میشه. یه ظرف زیر چرخ گوشت میذارید، چرخ گوشت رو روشن میکنیم. باید ببخشید صدای چرخ گوشت من خیلی زیاده. چرخ گوشت رو روشن میکنم. همونطور که میبینید به راحتی چرخ میشه و بافتش هم کاملا شبیه گوشته. طعمش هم عالیه. بعد از اینکه دوبار سنگدونای مرغ رو چرخ کردید، سینه مرغ هم چرخ میکنید و بهش اضافه میکنید. چون صدای چرخ گوشت خیلی زیاده من چرخ میکنم و آخر کار بهتون نشون میدم.
مرغم به سنگدون اضافه کردم. حالا بریم بقیه کارو با همدیگه ادامه بدیم. گوشت چرخ کرده 500 گرم، لپه 150 گرم که یکی دو ساعت قبل لپه رو خیس کنید و بعد با مقداری نمک و آب بذارید لپه کاملا بپزه. برنج 75 گرم که سعی کنید حتما از برنج ایرانی استفاده کنید. برنج هم یکی دو ساعت خیس کنید و با یه پیمونه آب بذارید کاملا بپزه و آب برنج کاملا کشیده بشه. داخل آب کش بریزید تا آب اضافیش گرفته بشه. سبزی خشک 2 قاشق غذاخوری سرپر شامل ریحون بنفش، ریحون سبز، ترخون، مرزه و 1/2 قاشق چایخوری هم نعنا به خاطر عطرش استفاده کنید. شما میتونید از سبزی تازه هم به میزان 150 گرم استفاده کنید، در به شرطی که وقتی ساتوری کردید بذارید کاملا آب سبزیتون بره. ربع گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، گوجه فرنگی رنده شده 2 عدد متوسط، پیاز متوسط 1 عدد که رندش میکنیم و آبشو کاملا میگیریم، تخم مرغ 1 عدد، فلفل سیاه، زردچوبه و نمک به میزان لازم، پیاز نگینی خرد شده 1 عدد متوسط، مواد میانی کوفته، آلو، از هر آلوی شما میتونید استفاده کنید. من از آلوی سیاه استفاده کردم. یکی از نکته های مهمش اینه که 1-2 ساعت قبل حتما اجازه بدید تا آلواتون خیس بخوره. اگر خیس نخوره امکان داره کوفتتون باز بشه. زرش 1 قاشق غذاخوری که من اونم شستم گذاشتم آبش کاملا رفته، پیاز داغ 1 قاشق غذاخوری، مغز گردو به میزان لازم. خرد کردیم، داخل قابلمه میریزیم، 2 قاشق غذاخوری روغن بهش اضافه میکنیم، بذاریم تا رنگ پیازا یک مقدار تغییر کنه، پیازا سبک بشه و رنگ عسلی به خودش بگیره. وقتی پیازامون یه مقدار سبک شد و رنگش تغییر کرد، ادویه ها رو اضافه میکنیم، زردچوبه، فلفل سیاه، حدود 30 ثانیه ادویه ها رو تفت میدیم. حالا رب رو اضافه میکنم، ربم یه تفت میدیم تا رنگ رب باز بشه. حالا گوجه فرنگی رنده شده رو اضافه میکنیم. یه 2 دقیقه گوجه فرنگی و رب رو تفت میدیم. نمک رو اضافه میکنم. حالا حدود 1.5 لیتر آب جوشیده بهش اضافه میکنیم. آب در حدی باید اضافه کنیم که نصف بیشتر کوفته ها داخل سس باشه. در ظرف رو میذاریم و اجازه میدیم تا سس به جوش بیاد. رو با 1 پیمونه آب و 1 قاشق چایخوری نمک روی حرارت گذاشتم. 2 قاشق غذاخوری هم زعفرون دم کرده بهش اضافه میکنم و اجازه میدم تا آب برنج کاملا کشیده بشه. وقتی آب برنج به این شکل کاملا جذب برنج شد، حرارت رو خاموش میکنیم و برنج رو داخل آبکش بریزید که مطمئن بشیم کاملا آب برنج کشیده شده. داخل غذا ساز میریزم. لپه رو که گذاشتیم کاملا پخته بهش اضافه میکنم. من از سبزی خشک یه مقدار با دستم خورد میکنم و داخل غذا ساز میریزم. یه
مقدار از ریحون بنفشتون رو بردارید، برای داخل سس نیاز داریم. همین مقدار کافیه، تقریبا حدود نصف قاشق غذاخوری. ادویجاتمون هم اضافه میکنیم. فلفل سیاه، چارچوبه، یه دونم پیازی که رنده کردیم و آبشو کاملا گرفتیم و نمک. حالا حدود 2-3 دقیقه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. گفتم اگر کوفته رو خوب ورز بدید نیازی نیستش که داخل غذا سازم بریزید، ولی من برای اینکه سرعت عمل بیشتری داشته باشم مواد کوفته رو داخل غذا ساز ریختم. حالا برنجی رو که گذاشتیم تا آبش کاملا گرفته شد و داخل آبکش ریختم که مطمئن بشم آب اضافی نداره، به مواد کوفتمون اضافه میکنم. 5 دقیقه هم که به این شکل ورز بدید کافیه. مواد کوفته آماده شد. به هر اندازه‌ای که دوست دارید برمی‌دارید. کاملا تو دستتون حالت میدید. کوفته نباید به هیچ عنوان ترک داشته باشه. کوفته رو یک مقدار گود کنید به این شکل. آلو میخواید بذارید، یه دونه آلو، نصف قاشق چایخوری زرشک، مغز گردو و پیاز داغ. حالا لبه ها رو به هم نزدیک میکنید. دوباره دستتون رو یک مقدار مرطوب کنید و کاملا فشار بدید و گردش کنید. با دستتون کاملا فشار بدید. ببینید جای انگشتا روی کوفته میفته. این به خاطر اینه که موادی که داخلشون گذاشتیم کاملا منسجم بشه. ببینید هیچ نوع ترکی روی کوفته ها نیست. کوفته ها رو به این شکل آماده می کنیم و داخل یک سینی قرار می دیم. زمانی که می خواهید کوفته ها رو داخل سس بندازید دوباره دستتون رو یک مقدار مرطوب کنید و کوفته رو دوباره تو دستتون یه حالت بدید و به آرومی داخل سس بندازید. از آب سس روی کوفته ها بریزید. تمام کوفته رو به همین شکل به سس اضافه کنید. این نکته رو دوباره دقت کنید. زمانی که کوفته رو داخل سس می‌ریزید حتما زیر سس رو کم کنید. نکته بعدی اینه یک رو به اول به هیچ عنوان در ظرف رو نذارید و اجازه بدید کوفته به جوش بیاد. بعد از یک رو میتونید در ظرف رو بذارید و حرارت زیر قابلمه رو ملایم کنید. کوفته که شروع به جوشیدن کرد یک مقدار از ریحون خشکمون رو کنار گذاشته بودیم. توی دستتون به این شکل خوردش کنید و به آب کوفته اضافه کنید. عطر و طعم بی‌نظیری به کوفتتون میده.